سلام تو این ویدیو چند تا از اشتباهاتی که یوتیوبرهای تازه کار انجام میدن و باعث میشه که روی این پلتفرم نتونن نتیجه خوبی بگیرن رو با همدیگه بررسی میکنیم ایده ضبط این ویدیو از کجا اومده من توی ماهای گذشته به صدها نفر مشاوره دادم برای یوتیوبشون و یه سری ایرادات رو تو کانال خیلی از افراد می‌بینم. تصمیم گرفتم همین ها رو به شکل ویدیو ضبط بکنم و توی کانال منتشر بکنم چون احساس میکنم اون نفر عزیز که از من مشاوره گرفتن اگر این ایرادات توی کانالشون باشه به احتمال زیاد این ایرادات میتونه تو کانال شما هم وجود داشته باشه و این ویدیو می‌تونه خیلی کمکتون کنه که این ایرادات رو برطرف بکنید این ویدیو دوم هست از این سری که ضبط کردم ویدیو قبلی که ضبط کردم لینکشو داخل دیسکریپشن میذارم آخر ویدیو هم لینک لینکشو میذارم که حتما برید اون رو هم ببینید چون توی اونم نکات خیلی مهمی هستش اینجا دو تا مورد دیگر رو هم بررسی میکنیم که این هم تو کانال خیلی از بچه ها دیدم بریم سراغ مورد اولش یکی از چیزایی که خیلی از بچه ها سرش مشکل دارن این هستش که چقدر موضوع هم خاص باشه یا چقدر عام باشه چون من قبلا توی ویدیوم گفتم که اگر میخواید روی این پلتفرم نتیجه بگیرید باید یه موضوع مشخصی رو انتخاب بکنید و فقط برای همون موضوع وقت بذارید چون از این طریق مخاطب جذب میکنید که علاقه به موضوع شما داره و ویدیو بعدی که میذارید چانس شما شما بالا میره که اون افراد بیان ویدیو شما رو نگاه بکنن ولی بعضی از بچه ها یا از این ور بوم میفتن یا از اون ور بوم یا موضوعی که انتخاب کردن خیلی عامه و چیزهایی رو داخل کانالشون قرار میدن که بهشون کمکی نمیکنه و خیلی موضوعشون پراکنده میشه یا از اون طرف انقدر توی یه موضوعی ریز میشن که ایمپرشن کمی دریافت میکنن یعنی اونقدر آدم نیستش که در مورد اون قضیه بیاد و اینجا ویدیو تماشا کنه اجازه میدید با مثال براتون توضیح بدم فرض بگیرید یکی از دوستان میاد و میگه من کانال گیم داشته باشم mi home گیم پلی بازی پابجی موبایل رو داخل کانالم قرار بدم و از این طریق بتونم بازی به دست بیارم ببینید حوزه گیمینگ حوزه بسیار بزرگیه که خب همه چی رو شامل میشه وقتی شما میای میگی که من فقط میخوام تو حوزه موبایل فعالیت بکنم یعنی تو حوزه کامپیوتر و همینطور کنسول علاقه ندارم فعالیت بکنم در نچه بخشی از این جماعت رو میزنی کنار میگی من اینا رو نمیخوام من تو حوزه موبایل فعالیت بکنم توی حوزه موبایلم گیما ژانرهای مختلفی دارن بعضیش مثلا بازی ارپیجی هم بازی فرست پرسن شوترن خب الان پابجی توی دسته فرست پرسن شوتر قرار میگیره تو همون دسته ما بازی مختلف داریم ولی شما میگی که همش نه فقط پابجی و زوم میکنی روی پابجی میگی که من این رو میخوام بعد تازه پابجی هم همه چی شروع نمی‌خوای کاور بکنی میگی که من فقط میخوام گیم بازی پابجی رو بذارم و باز دوباره این دایره کوچیک‌تر و کوچیک‌تر میشه در نتیجه شما از یه حجم بزرگ آدم که وجود داشت که محتوای گیمینگ رو انتخاب بکنه ریزش کردی ریزش کردی و یه چیز خیلی خاص رو خواب کردی اون وسط تو انگلیسی چون جمعیت خیلی زیاده و به گفته خود یوتیوب دو هفته همه میلیارد نفر ماهانه از این پلتفرم استفاده میکنن اگر ریز بشید توی موضوعی حتی اگر ریز ریزم بشید بازم ده ها هزار نفر هستن که بیان از محتوای شما استفاده کنن مون توی کامیتی فارسی چون کامیتی کوچیک داریم به نظر من این خیلی خوب جواب نمیده اگر بخواید خیلی دیگه ریز شید توی یه موضوعی میتونید یه شکل دیگه ای کار بکنید میتونید چیزهای دیگه ای مربوط به پابجی رو هم پوشش بدید مثلا اخبارش رو بگید جدا از اون میتونید به آدمای حرفه ای این حوزه مصاحبه بکنید میتونید ترفنده و تریک های بازی رو بگید لحظات خندهدار بازی رو پوشش بدید و یه کانالی بسازید که به شکل جامع در مورد پابجی باشه نه فقط گیم پلی پابجی یکی از کسایی که این کار خیلی خوب انجام داده یه کانالی بود که من قبل ها دنبالش میکردم به اسم کلش اش کانال ایشون در مورد بازی کلش رویال بود و کار جالبی که انجام داده بود که توی کانالش تقریبا همه چی این بازی رو پوشش میداد می اومد های جدید رو توضیح میداد آموزش میداد اخبار بازی رو پوشش میداد با افرادی که رتبه جهانی داشتن توی بازی مصاحبه میکرد، توی کانالش قرار میداد حتی افرادی که تو مسابقات شرکت میکردن رو دعوت می کرد دو به دو که بیان و یه مسابقه یک به یک برگزار بکنن و تو کانال ایشون منتشر بشه کلی ایده جذاب داره که اگر توی کانالش چک بکنیم یه پلیلیست بلند بالا داره و کارهای مختلفی که ایشون انجام داده و سعی کرد تمام چیزها رو داخل کانالش داشته باشه همین کانال اش که الان میخوام در موردش صحبت بکنیم با اینکه اینجا میخوام مثال بزنم به خاطر کار خوبی که انجام داده یه ضعف بسیار بزرگی هم داره که تو قسمت دوم ویدیو میخوام در مورد اون قضیه صحبت بکنم الان اگه کانالش رو نگاه بکنیم ببینید کلی پلیلیست داره ریاکشن داره ویدیوهای کوتاه داره این مسابقاتی که برگزار میکرد بین افراد مختلف داخلش هست دک های مختلف و توش توضیح داده و هر کاری که از دستش برمیومد در مورد این قضیه انجام داده که بشه یه مرجعی توی این حوزه و تونست توی این مدتی که فعالیت میکنه 825 هزار تا سابسکرایبر به دست بیاره و تقریبا 3100 تا ویدیو تو بازه زمانی تقریبا 10 ساله توی یوتیوب آپلود کرده این تصویریم که الان روی صفحه میبینید میزان درآمد 10 سال گذشته ایشون فقط از بحث تبلیغات یوتیوب بوده که تقریبا 791000 دلار درآمد داشته و خودش توی همین ویدیویی که حالا لینکش هم براتون که این عکس رو از روی اون گرفتم میگه که این بخشی از درآمد من بود و عموم درآمد من از اسپانسرشیپ بود و کسانی که میوادن اسپانسر ویدیوی من میشدن و درآمد خیلی بهتری از اون قضیه داشتش و به همین شکل تونست یه کامیتی خیلی بزرگی هول محور بازی تشکیل بده و تقریبا تمام چیزهایی که مربوط به با این بازی میشد رو پوشش میداد همین کار رو تا حدودی الان منم دارم تو حوزه یوتیوب انجام میدم یعنی هم آموزشش هست هم اخبارش رو با هم دیگه بررسی میکنیم هم اگر ابزار جدیدی بیاد من معرفی میکنم و آموزشش رو میذارم با یوتیوبر رو مصاحبه میکنم و برنامه دارم یه سری دیگه در آینده بهش اضافه بکنم که تقریبا هر کسی تو حوزه یوتیوب علاقه به انجام کاری داره بتونه بیاد از این محتوا استفاده کنه پس شما میتونید یه موضوع رو انتخاب بکنید ولی حواشیش رو و اطرافش رو هم تا حدی پوشش بدید و این خارج موضوع شما نیستش فرض بگیرید کسی میخواد هوزه فیلم و سینما فعالیت بکنه الان میبینم دوستانی که کانال نقد فیلم دارن ولی فقط و فقط و فقط نقد فیلم انجام میدن یعنی یه فیلمو می معرفی میکنن و در موردش صحبت میکنن ولی به نظر من چیزهای دیگه هم در کنار نقد فیلم هستش که میشه در موردش صحبت کرد مثلا اخبار مربوط به سینما میتونه در کنارش قرار بگیره آمار مربوط به باکس آفیس رو میتونن داشته باشن فروش ماهانه و هفتگی ویدیوها رو میتونن در موردش صحبت بکنن در مورد اظهار نظر ها میتونن یه سری موارد رو بگن یه خورده میتونن گسترده ترش بکنن حتی لیست هایی بدن مثل خیلی از کانال انگلیسی زبان که ده فیلم برتر تاریخ ده تا فیلم رمانتیک تاریخ و بیان در مورد اینها صحبت بکنن و خودشونو محدود به این قضیه نکنن که فقط باید نقد فیلم انجام بدم نقد فیلم خوبه ولی در کنارش هم چیز دیگه هم میتونید اضافه بکنید حالا بعضی از بچه ها از اون ور بوم میافتن من داشتم دوستانی که باشون صحبت کردم یه کانال دارم مثلا فرض بگی گرافیک کلی ویدیو در مورد حوزه گرافیک دارم بعد یه دفعه اون وسط تو یه سفر استانبول پیش اومده طرف یه ولاگ استانبول هم زبط کرده دقیقا گذاشته تو همین کانال بعد من صحبت می‌کنم خب این نمیخوره به موزه کانال شما میگه که خب بالاخره من چون تو فیلم های آموزشی هم هستم شاید توی ولاگم باشم دوست داشته باشن نگاه بکنن چون من گذاشتم بازی داشم بد نبوده یا چهار روز دیگه یه دوربین جدید میخره آن باکس دوربین رو باز دوره میذاره داخل همین کانال اینا اشتباهه چون اینا توی یک دسته قرار نمیگیرن شما امکان داره مثلا و لاگ هم وسط ویدیو آموزشیت بذاری بازی دم بگیره سابسکرایبر هم برای کانالت بیاره ولی اون سابسکرایبر دیگه شاید علاقه به بحث گرافیک شما نداره و اگر در کنارش مثلا شما بیای بررسی محصول هم انجام بدی امکان داره یه سری سابسکرایبر هم برای اون بگیری بعد وقت سابسکرایبرت میشه سه دسته و اینجا مثلا شما می آموزش فلان نرم افزار گرافیکی رو میذاری و اون دسته ای که به خاطر ولاگ و همینطور به خاطر آنباکس محصولت اومدن دیگه ویدیوتو نگاه نمیکنن و این به ضرر شماست مگر اینکه کانال شما خیلی بود. بزرگ بشه الان خیلی از بچههایی که کانال خیلی بزرگ دارن و بازدید خیلی زیاد میگیرن و یه کامیونیتی دارن در مورد هر چیزی ویدیو ضبط بکنن تقریبا بازدید قابل قبولی میگیره به خاطر اینکه کامیتی ازشون نمایت میکنه ولی کانال های کوچیک این اتفاق براشون نمیفته و این به ضررشونه پس سعی کنید اون وسط یه توازنی برقرار بکنید که نه موضوع انقدر عام باشه که پرت و پلا بشه و نه انقدر ریز بشید که ایمپرشن کافی دریافت نکنید و ویدیوتون به اندازه کافی پیشنهاد نشه یعنی به عبارت افراد به اندازه کافی نباشن روی یوتیوب که بخوان از محتوا شما استفاده بکنه خب قبل از اینکه بریم سراغ مورد بعدی اگر تو یوتیوب تازه کاری و نمیدونی از کجا شروع کنی بهت پیشنهاد میکنم دوره رایگان آموزش یوتیوب رو از کانال من ببینی اینجا من سعی میکنم سفت صد یوتیوب به زبان ساده به بد آموزش بدم که تو زمان کمتر بتونی نتیجه بهتری بگیری جدا از اون میتونی تو کانالم سابسکرایب هم بکنی که وقتی ویدیو گذاشتم یوتیوب برات نوتیفیکیشن بفرسته مطلع بشی بتونی ویدیو بعدی رو تماشا بکنی حالا بریم سراغ مورد دوم یه کار دیگه که بچه ها انجام میدن و اشتباهه اینه که یه موضوعی که ترندر انتخاب میکنن و شروع میکنن در مورد اون موضوع خاص فقط تولید محتوا کردن و فقط میگن من در مورد همین تولید محتوا میکنم و راه رو برای خودشون میبندن که بخوام موضوعشون رو در آینده گسترده تر بکنن یا سمت چیز دیگه ای برن اجازه بدید رو همون کانال اش برای شما مثال بزنم ایشون خب کانالش در مورد کلش رویال بود کلش رویال نرم افزاری بود که بسیار محبوبیت داشت توی دوران کرونا یک سال قبلش و تا دو سه سال بعدش یعنی یه بازی پنج ساله خیلی بازی محبوبی بود توی ایرانم هم میدیدید خیلی ازش حرف میزدن حتی یه پسر تلویزیون آوردن که 100 میلیون جم خریده بود برای این بازی که حتی ازش پرسیدن که ناراحت نیستی که این پول رو حروم کردی گفت نه لذتش بردم که فکر کنم تو تلویزیونم نشونش داد بازی خب اون موقع خیلی محبوبیت داشت کانال ایشون هم بازیدهای بسیار بالایی میگرفت اجازه بدید نشونتون بدم خب اگر بریم تو کانال اش و بریم تو تب ویدیوش و این رو بر اساس محبوبیت سورت بکنیم ببینید چقدر ویدیوهای میلیونی داره یک و هشت هم یک و شیشت هم یک و چارده هم یک و چارده هم زمانشون رو نگاه بکنید همه مال 5 تا 8 سال قبل یعنی دقیقا همون زمانی که این بازی رو اوج خودش بوده ایشون بازیده بسیار بسیار خوبی توی کانالش میگرفته بابت محتوایی که اینجا تولید میکرده حالا اگه برگیم تو صفحه اولش و پلاگین تو بادی که نصب میزان بازدید ماه گذشته ایشون رو نشون میده فقط 85 هزار تا بازدید گرفته ماه گذشته داستان از این قراره که موضوع وقتی ترند باشه تا زمانی که ترند شما بازدید میگیری یه موقع این بازی رو بورس بوده و هم کانالشون کانال ایشون رو میشناختم و ایشون بازدید خیلی خوبی گرفته و همونجور که نشونتون دادم 791 هزار دلار از اینجا گرفته و 100 هزار دلار هم پول اسپانسرشیپ گرفته ولی موقعی که بازی از رونق بیفته این اتفاق برای شما میفته 85000 تا بازی در ماه که اگر در نظر بگیریم بازی موبایل و سی پی ام بالایی هم نداره من فکر کنم دو دلار اینا بهش بده 80000 تا بازی ماهانه به 200 دلار هم درآمد این کانال الان نمیرسه و این کانال با اینکه هزار تا سابسکرایبر داره دیگه برای صاحبش درآمد آنچنانی نداره اگر میخواید موضوعات اینجوری انتخاب بکنید بعد حواستون باشه که این میره بالا ولی یه جایی هم افت میکنه میاد پایین و شما باید سریعا موضوعتون رو عوض بکنید یا برید سمت چیز دیگه خب اسم کانال ایشون کلش وید اش اصلا کلش جزء اسم کاناله نمیتونست عوضش بکنه ولی آدم زرنگی هم هستش تا فهمیدیم بازی داره رونقش رو از دست میده سری گشت ببینه جایگزینش چیه و بره برای اون تولید محتوا کنه و کانال دیگه ای زده. حالا بریم کانال کانالشو ببینیم خب این یکی کانال دوم اش هستش که در مورد بازی رید همینطور که میبینید الان اون یکی کانالش یک و نیم میلیون بازدید ماهانه داره میگیره و بازدید این یکی کانالش تقریبا قابل قبوله و اگر بریم اینجا و بر اساس محبوبیت ویدیوهاش رو سورت بکنیم بریم داخل تب ویدیو و بر اساس محبوبیت بزنیم میبینید بازدید 500 هزار تایی هم داشته که از همون سه سال پیش که فهمیده کلش آنچنان محبوبیتی دیگه نداره سری شیفت کرده روی بازی جدید که بتونه همچنان بازدید بگیره اینجا هم دیگه به میل شماست شما میتونید مثلا یه موضوعی انتخاب کنیم مثل موضوعات ما که موضوع نیشه یعنی یه موضوع خاصه که شانس وایرال شدن آنچنانی هم نداره بازی داشتم شد خیلی بالا نره ولی از طرفی تا پلتفرم مثلا یوتیوب هست من اینجا میتونم تولید محتوا کنم و ویدیو بذارم بازیت بگیرم ولی هیچ وقت وایرال هم نمیشه مثل خیلی از دوستانم که تو اوضاع دیگه فعالیت میکنن ویدیوهای 800 هزار تا میلیونی بازی داشته باشن ولی از طرفی میتونم تا مدت ها براش تولید محتوا بکنم و همچنان آدم هست چون دقیقا رفته به پلتفرم داره یا آموزش یه نرم افزار خاصی فتوشاپ باشه ایلاستریتور باشه حالا چون من تو اوضاع آموزش بیشتر فعالیت کردم مثلا آموزشی میزنم مثلا آموزش آشپزی هم به من تو همین دسته قرار میگیره شاید خیلی وایرال نشه بازدهی عجب قریب نداشته باشه ولی خب همیشه مردم به آشپزی احتیاج دارن و ازش استفاده بکنن اگر دنبال موضوعات ترند میرید حواستون باشه یه نقطه اوج داره یه نقطه سقوط هم داره جوری نباشه که برای یه چیزی وقت بذارید بعد وقت دیگه نتونید حتی موضوع رو عوض بکنید مثلا اسم کانال رو مثل ایشون گذاشتید کلش بعد میبینید کلش از رونق افتاد الان میخواید چیکار کنی اسم کانال تو عوض بکنی مجبوری مثل ایشون بری یه کانال جدید بزنی اینا رو براتون گفتم چون اینها رو تو کانال دوستان میبینم مواردی هستش که سرش مشکل دارن گفتم که اینجا براتون توضیح بدم این دو تا مورد اینجا توضیح دادم چون تو کانال بچه دیدم زیاد اتفاق افتاده احتمال داره شما این اشتباهات رو مرتکب بشید و از این صف ویدیو بازم ضبط میکنم یعنی تو جلسات بعدی اگر به چیزایی بخورم که نیاز باشه براش ویدیو ضبط بکنم به همین شکل با همین تیتر تقریبا مشابه میام اینجا ویدیوشو براتون میذارم اون یکی ویدیو رو اگر ندیدید میتونید برید از اینجا تماشا بکنید توی اونم کلی نکته جالب هستش خدا نگهدار